تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ماست. تروسکی، توضیحات مشاور نخست وزیر عراق در رابطه با نحوه پرداخت بدهی‌های ایران چی بوده؟ خب آقای الناصری همونطور که شما بهش اشاره کردی تأکید کرده روی اینکه ایران به برخی کالاهای بشر دوستانه و دارو نیازمنده و مواردی که حالا به گفته اون در صنعت داروسازی ایران نیاز داره، ولی خب به خاطر تحریم ها نمیتونه هیچ گونه معامله ای در بازارهای جهانی انجام بده. در نتیجه طبق گفتگوها و توافقاتی که شده از طریق بانک های عراقی به طور بر اساس مکانیزمی که در نظر گرفته شده به صورت حواله بانک‌های عراقی این بدهی‌های گاز و برق رو در ازای چیزهایی که ایران در بازارهای جهانی لازم داره، چیزهایی که مدام دارن روش تأکید میکنن، موارد بشر دوستانه یا دارو، بدهی ها پرداخت میشه. من از ایشون در مورد این مکانیزم پرسیدم، مکانیزم بانک تجارت عراق که امروز یک توضیح کوتاهی در وبسایت این بانک در مورد پرداخت بدهی ها منتشر شده بود، از ایشون در این مورد سوال کردم. اون گفتش که این مکانیزم برای انتقال از طریق بانک ها در نظر گرفته شده به شیوهی که این انتقال مورد تایید تمامی بانک‌های بین‌المللی هستش، یعنی غیر مستقیم داره اشاره می‌کنه که مورد تایید آمریکا هستش، اما تأکید کرد که به هیچ عنوان این پول‌ها، یعنی این بدهی‌هایی که ایران در عراق داره، به هیچ عنوان نقدی به این کشور داده نمیشه یا به صورت به طور مستقیم به بانک‌های ایران ارسال نمیشه، جز اینکه به مواردی که نیاز داره میتونه خریداری بکنه و حواله‌های این رو به بانک‌های ترکمنستان و عربستان سعودی منتقل کردن یا منتقل میکنن. این طبق مکانیزمی که در هر صورت هر سه طرف در موردش به توافق رسیدن. اما در همونطور که در بخشی از خبر شما بهش اشاره کردید، بیانیه‌ای که بانک تجارت عراق امروز منتشر کرده بود، عقیل الشویلی کارشناس رسانه‌ای این بانک با ایران اینترنشنال امروز صحبت کرد و اون گفتش، تاکید کرد که مکانیزمی که در نظر گرفته شده مورد توافق ایران، عراق و ایالات متحده بوده و از این طریق این 2 میلیارد و 700 میلیون یورو یا دلار داره به ایران پرداخت میشه. و در نکته دیگری اون اشاره کرد به اینکه این توافق از سال 2000، این سازوکار یا این مکانیزم از سال 2018 اجرایی شده. سه نکته مهم در اظهارات هر دو مقام عراقی وجود داره که باید بهش اشاره کرد. یکی این که در هر صورت عراق به هیچ عنوان نمیتونه بدون چراغ سبز آمریکا، بدون توافق آمریکا، منافع خودش رو زیر پا بذاره و مستقیم با ایران معامله بکنه و به این کشور پول حواله بکنه، چون ما میدونیم که اوایل سال جاری میلادی به این دلیل مورد تحریم سخت آمریکا قرار گرفت. از طرف دیگه مسئله‌ای که وجود داره اینه که طبق چیزی که داره گفته میشه، اگر ادعایی حالا در چه قبلا هم بوده یا وجود داشته باشه مبنی بر این که از سوی جمهوری اسلامی که این پول به صورت نقدی به ایران داده میشه، این کاملا رد شده از سوی دولت عراق، چون نمیتونه این کار رو انجام بده. و اینکه همونطور که در بیانیه هم بهش اشاره شده، این رو نباید فراموش کرد که اینا از سال 2018 در هر صورت دولت عراق داره تلاش میکنه که یک سازوکاری رو پیدا بکنه که که بتونه همچنان گاز رو از ایران دریافت بکنه، به خاطر اینکه نیروگاه‌های خودش رو همچنان تولید برق رو بهش ادامه بده. چون ما گزارش‌هایی داشتیم، اظهاراتی که مقامات عراقی در یک دو هفته گذشته داشتن و میگفتن که ایران به دلیل این بدهی‌ها هر بار داره میزان صادرات گاز رو کم می‌کنه، کاهش میده یا قطع می‌کنه و این رو تبدیل به یک بهانه کرده که این به نوعی این بهانه رو هم کنترل بکنن از سوی جمهوری اسلامی و بتونن از این طریق بخشی از بدهی‌های ایران رو پس بدن. بسیار مشکرم از تو تروسکی صادقی همکارم که از پاریس با ما همراه بودید.